بیفتند. خلاصه ای از مستند کلوپ ترور آماده است. مشروح اون رو بعد از خبر 21 ببینید. ساعت 7:30 صبح یک شنبه 22 دی ماه 1388 حوالی منطقه قیطریه تهران. لحظاتی بعد دکتر مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران به شهادت میرسد. درمخ‌های متعددی از قبیل این عکس‌ها که نمونه‌های کوچکی از آن هستند به دست می‌آید و حلقه‌های محاصره تنگ‌تر می‌شود و نهایتاً اعضای این تیم تروریستی در تور اطلاعاتی کشورمان گرفتار می‌شوند. من مازیار ابراهیمی هستم، به نام‌های مستعار سامان، امیریال، امیر عباس. در سال 88 من برای آموزش‌های به اسرائیل اعزام کردم. ما را اعزام کردم به اسرائیل و در اونجا آموزش کار با مواد منفجره و آموزش نظامی تیراندازی رو دیدیم. اتاق عملیات مثلث شوم ترور زمان اولین عملیات را صادر می کند و مرحله نخست عملیات با جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی دکتر مسعود علی محمدی کلید می خورند. ما باید به صورت نوبتی، یعنی هر نیم ساعت به نیم ساعت ورود خروج دکتر علی محمدی کنترل می کردیم. روز عملیات دو نفر که از فیلتر آموزش های تل آویو بالاترین نمره را کسب کردند مأمور انفجار می شوند. بمب در موتوری که جمالی فشی آن را حمل می کند و قرار است مقابل درب منزل دکتر علی محمدی زنجیر شود جاسازی شده است. موتور رو اینجا زنجیر کرده بودیم، این جلوی این در. بعد الان اونجا یه ساختمونی هست که پی دارن میکنن، من اونجا مستقر شده بودم. یه 100 متر 200 متر بالاتر یه فری هست، داخل اون فری پراید منتظر من بود. دورتر از اونها منتظر اینا بودم که وقتی خود رو موتور رو قرار میدن در وقت مناسب که منفجر میکنن به خودروی من میان و با هم از اونجا متواری میشیم. بعد از زدن ریموت به سمت خودروی پراید رفتم، سوار پراید شدم و از اون کوچه ما رفتیم، وارد اتوبان شدیم و رفتیم به خونه تیمی. با دریافت پیامی دیگر از اتاق ترور، عوامل تیم در خانه تشکیلاتی پونک گرده هم میآیند تا هدف بعدی را نشانه روند، یعنی دکتر مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی. روز عملیات هلوش ساعت 6:30 فرشید دنبال من اومد، با هم رفتیم به محل حادثه. صبح زود بود، ما سر اینجا با موتور پولسار واشنده بودیم، کلاکاست داشتیم. بالاتر از ما علی و سانان داخل یه پیشو 4-5 نقره‌ای جلوتر از ما بودن. با یک گریم خاص که مثلا صورتم رو سبز کرده بودن و ابروام رو درست کرده بودن، لنز گذاشتن تو چشمام، عینک زده بودن که کاملا از شناسایی بیفتم و من بمبو به سمت در شاگرد جلو چسبوندم. بعد ما سریع دور شدیم از محل، وارد بولوار روشن شدیم، از انتهای امام علی اومدیم داخل وارد اتوبان شدیم. بمب صدای ریموتی بود. داریوش رضایی نژاد هدف بعدی این تیم تروریستی اعلام می شود. پس از عملیات شناسایی اول مرداد ماه سال 1390 برای این جنایت تعیین می گردد. روش ترور این بار متفاوت است. اسلحه کمری یکی از راکبین موتورسیکلت داریوش رضایی نژاد، محقق جوان کشورمان را مقابل چشمان همسر و فرزند کوچکش آرمیتا به شهادت میرساند. برخلاف عملیات دیگه در این عملیات اصلا از بمب استفاده نمیشه، از تفنگ استفاده میشه. عملیات بعدی ما عملیات شهید احمدی روشن بود. در این عملیات من مسئول عملیات بودم. روز عملیات من و فرشید سوار و موتور اولی بودیم. داخل این کوچه موتور گذاشتیم، موتور مشکی رو منتظر موندیم. بعد یه 10 دقیقه که گذشت موتور آوردیم سر خیابون، آماده رو موتور نشستیم تا اینکه موتور تعقیب کننده ما اعلام کرد که ماشین احمدی روشن به موضعی که ما هستیم داره نزدیک میشه. دیدم جلوی ماشین آقای احمدی روشن، خب سرعتش کم شد. توی این موضع بود که ما به ماشین شهید رسیدیم، بمب رو چسبوندیم به خودروشون و جلوی اون درزهای سفید بمب منفجر شد که ما با موتور به انتهای مسیر رسیدیم پیش این سمت چپ.
در این انفجار مصطفی احمدی روشن و دوست و همکارش رضا قشقایی به درجه رفیع شهادت نائل می‌شوند. البته شاید تروریست ها که نقشه های طراحانشان را به خوبی قبول داشتند هیچگاه تصور نمی کردند این گونه توسط دوربین های امنیتی رهگیری شوند. این تصویر یکی از ده ها دوربین امنیتی است که لحظاتی قبل از عملیات تروریستی را ثبت کرده است و سرنخهای مهمی را از این شبکه تروریستی در اختیار دستگاه امنیتی قرار داده است. یا در این نمونه تصویر آرش، یعنی این فرد که حامل این کیسه بمب است، در یکی از عملیات ها توسط دوربین های امنیتی شکار می شود و مورد شناسایی قرار می گیرد. عملیات بعدی عملیات دکتر عباسی بود که در اونجا من مسئول عملیات بودم. تشریح وظایفی که کردم برای بچه ها، یه خودرو یه مقدار بالاتر از، یعنی از شمال به جنوب بلوار دانشگاه شهید بهشتی مراقب تردد دکتر بود. خود من و یکی دیگر از اعضای داخل خودروی دیگه در نزدیک خیابون ولنجای بودیم. موتور سوار رو که با اون هیئت دیدم، از دیدگاه من صدا و موتور سوار با اون شکل یعنی بمب. اینجا دیگه من فوری ترمز گرفتم و به خانمم هشدار دادم که بپر بیرون. سریع گفتم بپر بیرون. ما منفجر شد. حالا هدف دیروز تروریست ها از یک موج عظیم میگوید، موجی که به دنبال این ترورها خروشان شده است. من هم به عنوان متخصص هسته‌ای، هم به عنوان شخص مسئول در صنعت هسته‌ای کشور میگم، یعنی من الان ظرفیت پذیرش متخصصین کشور رو که خواهانم بیان در انرژی اتمی همکاری کنن علارغم این تحریم ها و ترورها ندارم، یعنی باید برم ظرفیت سازی بکنم. و یک سوال در آخر، چه کسی جواب چشمان معصوم آرمیتا و علی مصطفی شهید را میدهد؟ مجامع پر سر و صدای به اصطلاح حقوق بشر تا به کی به سکوت خود ادامه خواهند داد؟ از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، حبیب لاله، جانم لاله.